امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، 5 آذر ماه 1397 برابر با 26 نوامبر سال 2018. این برنامه از آمریکا، از واشنگتن، پایتخت آمریکا پخش میشه و شما میتونید بر تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، میتونید صحبت‌های خودتون رو بگید، با دیگران در میون بذارید و تحمل شنیدن نظرات اونها را هم داشته باشید. اما اول برنامه من تبریکی دارم برای خانواده علاقه‌بندیان. خانواده علاقه‌بندیان رو من از سال 2000-2001 میشناسم و اینجا خیلی معروف هستن. نمیدونم چند سال در آمریکا یا این منطقه زندگی کردن، ولی خیلی معروف هستن و من هم افتخار آشنایی با آقای علاقه‌بندیان رو داشتم تا اینکه پریروز جشن عروسی پسر ایشون آقای حامد و عروسشون خانم کاترین بود، بهشون تبریک میگم. من وقتی که بچه ها فارغ التحصیل میشن از مدرسه و دانشگاه و اینها، به پدر و مادرشون تبریک میگم. وقتی هم ازدواج میکنن باز باید به پدر و مادرها تبریک بگیم و امیدوار باشیم که هم زندگی اونها سرشار از شادی و خوشحالی و سلامت و هم به زودی اونها بچه دار بشن تا این پدر و مادر نوه دار بشن و معنی عشق و زندگی رو یه بار دیگه به اصطلاح بفهمن و حس کنن و مزه کنن. باز هم با خانواده علاقه‌بندیان تبریک میگم. امیدوارم حامد و خانم کاترین سالهای سال با هم زندگی کنن. اون وقتا هم میگفتن پای هم پیشیم. من اولین باری که این جمله رو شنیدم، یه وقت خیلی بچه بودم، روزانه هم 2000 بود، حالا دیگه ببینید چقدر بچه بود. این روزانه رو دادم به یک فقیری، گفت برو مادر، گفت برو ننه ایشالله پیر بشی. منم از اونجا تا مدرسه گریه کردم، گفتم به این پول دادم، تازه حالا نفرینم هم کردی که پیر بشم. حالا من نمیدونم ما که انقدر جوان بودیم چه نگرانی و ترسی داشتیم اون موقع از پیر شدن. خلاصه وقتی برگشتم خونه، اتفاقا از مادر بزرگم که بهش میگفتیم ننه، سوال کردم پیر بشی یعنی چی؟ گفت این یک دعاییه، یعنی جوان مرگ نشی و عمر طولانی داشته باشی تا وقتی که پیر بشی. بذارید من یکی از این چیزها رو روشن نکردم، یادم رفت اینم روشن کنم. برنامه روی یوتیوب، چون میدونم آقای فرزاد شبستری زحمت میکشه اگه باشه به ما میگه که کدام برنامه پخش میشه کدام پخش نمیشه. بذارید اینجا هم من تاریخ هارم بیارم بذارم، این تاریخ، این شماره تلفن، این افکت یک، بله اینجا این تاریخ رو عوض کنیم. نه چرا رفت روی 7 و 8 و اینها، فعلا نمیخوام اینجا بره. وایسه بیا از 2 شروع میکنیم، 3 هم تلفن و تکست هست اگه بخوایم بفرستیم. این یکی نوشته چهارشنبه، نخیر هنوز چهارشنبه نشده، نمیدونم چرا این میپره رو 6. سب کن یکم، چون پشت برنامه کانون آوا من بلا فاصله برنامه گذاشتم، این سیستمه هنوز روی ستینگ یا تنظیمات کانون آوا هست، ولی الان میبینید دوشنبه 5 آذر، منم اینجا نوشتم 5 آذر. اون چیزای دیگه‌ش هم که میدونید که من کی هستم و این برنامه اسمش چی هست و اینها رو نوشته و امیدوارم که اونای دیگه پاک بشن ما راحت بشیم. ببخشید که ما خیلی دیگه با شما خودمونی وقتی شماها اینجا هستید داریم برنامه رو تنظیم میکنیم. اینم یکی از محسنات تلویزیون‌های یک نفره و برنامه‌های زنده هست. خیلی خوشحالم که دوستون آقای اکبری هستن از آلمان. آقای یوسفی رو نمیدونم از کجاست. آقای غلام میرزایی هم هستن، یا آقای میرزایی هم بودن، کاراته کار بودن، اسمش یادم رفته، ابراهیم میرزایی اگه اشتباه نکنم، که بعضی هم اصلا به عنوان پیغمبر قبولش داشتن. اینها اگه کسی از ایشون هم خبر داره به ما بگه. در هر صورت
امیدواریم که همه شاد سلامت باشید و پیروز. امروز یک خانمی که عکس رضا پهلوی رو گذاشته بود، اینها انقدر واقعا ترسو هستن که حتی تو فیسبوک عکس خودشون رو نمیذارن. این اولین اقدام غیرقانونی که شما تو فیسبوک انجام بدی. اگه میخواید تو فیسبوک باشی باید عکس خودت باشی، عکس شتر و گاو و فیل و نقش رستم و تخت جمشید نباید بذاری. اگه نمیخوای نیا. در هر صورت یه خانمی به نام بهار مرادی، ایشون آمده آقای سربی هفته پیش به من میگفت شما که این همه بیننده دارید و اینها، بیان با ما، همم با ما هستن. این خمینی یادتونه همه با هم، منظورش همه با من بود. اینا بیاین با ما. نوشتم شما کی هستید؟ گفت ما فرشگرد هستیم، ما با آقا رضا پهلوی هستیم. گفتم خب دیگه بس، این همه آدم بس. امروز برای من نوشته آقا شما دیدی لایک کسی نمیزنه برای. گفتم خب خیلی ممنون از این خبر جدیدتون، ممنونم از شما، هم برنامه منو نگاه میکنی هم حساب کتاب لایک ها رو داری. خب حالا چیکار کنم؟ شما بیا با آقا رضا فلان. گفتم ببین شما برو همون لایکاری که دارید و دوستان سربازان امام زمان غائب، برید دنبال آقا رضا، ما رو ول کنید. من نمیدونم شما چه احتیاج دارید به من، یه نفر، یه آدم پیرمرد 62 ساله اینقدر شما رو آزار میده، برید دنبال کارتون. بعد گفت من میرم پیش رضا پهلوی بهش میگم که تو کی هستی. گفتم خب اونای دیگه تا حالا پشت رضا پهلوی بودن، چیزی به جز بوی گند نصیبشون نشد. حالا تو که میری پیشش مواظب باش، اگه کسی بخواد بهش شلیک کنه میره پشت سر تو قایم میشه ها، ولی حتما بهش بگو، چون رضا پهلوی منو نمیشناسه. ولی منم زمانی 34 سال پیش نادان کمدان بودم مثل تو، دختر پسر هر کی هستی. بعدن که فهمیدم این مالی نیست، رفتم دنبال کار زندگی خودم. ولی شما حالا برو بزنیز رضا پهلوی، یکم فاصله سربی، ببین که رضا پهلوی چجوری سربی رو میشناسه. این مادرش منو میبینه سیگارش رو دو برابر میکنه. در هر صورت این از این. و اما آقای خوشنودی گفت آقا این جنبش بادکنک رو شنیدی؟ گفتیم بله، اون روز هم گفتیم. گفت آقا پیروز شدن جمعه این آقای، خدا زیاد کنه بعضی از آقایون خیلی زشتن خدایش، یک دونه اینجاش زیر چشاش سیاهه، اون وقتا وقتی میخواستن کسی رو گیریم کنن ترسناک کنن یه همچین قیافه ای رو میساختن. بعد این آقا اومده میگه این جنبش خیلی خوب پیش رفت، الان تو کودکستان ها به بچه ها گفتن روی بادکنک چیزایی رو که میخواین بنویسید بیارید. قدیما که ما تو ایران بودیم بادکنک یا همون بادبادک شیرازی ها میگفتن، از این گازای هیدروژن میکنن توش، سبکتر میره بالا، کسی نمیگه، با دهن بادش میگردی ولیش هم میگردی میفتاد پایین. ولی گویا الان تو ایران هم از این کپسول ها استفاده میکنن. خب اون مدرسه درست گفته، گفته خواسته هاتون، امید و آرزوهاتون رو بیارید بنویسید، تمام این بادکنک رو رها کنیم بره بالا. یعنی چی؟ یعنی امید و آرزو باد بردش رفت هوا. اون شعر بود آقای چیز میخون عارف، بالا رفتیم نمیدونم ماست بود، پایین اومدیم دوغ بود، این زندگی دروغ بود، یه باش از این مزخرفاتی که ما همش باش بزرگ شدیم. متاسفانه در ایران زلزله آمده در ایران و 770 نفر مصدوم شدن، صدمه دیدن، ولی ندیدم که نوشته شده باشه کسی کشته شده و اینها. اگه اینجوری باشه خب این باز خبر خوبیه که کشته نشده، کسی تلفات نداده. و اما این ماجرای نظم طبیعت که به هم ریخته، دوستمون از کشورهای عربی اینها فیلم ها رو فرستادن که یه جا خشکی و آتش، یه جا بارون و سیل، و متاسفانه ما اسیر یک نادانی هستیم به نام ترامپ شارلاتان. این چند روز ما گفتیم این میره فلوریدا از شرش راحت میشیم، اونجا هم که میره هی میشینه توییت میفرسه و دروغ پشت دروغ، دروغ پشت دروغ. اول آمد گفت که با مکزیک صحبت کردیم، مکزیک قرار شده این
کاروان پناهجویان رو اونجا نگه داره تا روزی که نوبت دادگاهشون بشه. مکزیک این دولت جدیدش که اصلا ما با ترامپ هیچ قراری نداریم، دروغ میگه. یه آقای هست که توی دانشگاه درس میده، قد کوچولویی داره، قبلا هم وزیر بوده، هلیوم، آقای اکبر اکبری، میگه گاز هلیوم هست. هلیوم همونه که وقتی هم اگر نفس بکشی صدات باریک میشه، ضعیف میشه، مثل جی جی بی جی میشه. جی جی بی جی یادت هست اکبری؟ تا اگه آقای افشاری رو میشناسی، افشار رو میشناسی، جی جی بی جی هم یادته. در هر صورت این شارلاتان یه روز بعد از این ماجرایی که حالا کالیفرنیا رفت، اونجا هم آبروریزی، حتی اسم شهر یادش نبود، به جای شهر، به جای پارادایس گفت پلژر. بعد با مردمم که دیدار نکرد، ول کرد اومد اینجا هم که رفته نشسته، به جایی که حالا بیاد به مردم دلداری بده، دوباره همون مزخرفات که این تغییرات هوا یه چیز بیخودیه، از لحاظ پول به ما زرد، این همه زندگیش به پول ربط داره. و یادتونه من روز گفتم که امیدوارم به زودی این ماجرا پیدا بشه، گندش بالا بیاد، ما بفهمیم که این چرا اینقدر به اصطلاح از عربستان، از کشورهای دیگه دفاع میکنه، وقتی که همه دنیا میدونن که بابا واقعیت چیز دیگه ای هست. یه نفر برای من یه نوشته رو فرستاد که این نوشته رو یه نفر دیگه نوشته، بذارید من پیداش کنم. اینجا نوشتم ترامپ سعودی و با هم ببینیم که چی هست. ترامپ و سعودی، این به صورت عکس من میتونم نشون بدم. اینجا بعض وقتا خیلی راحت تره که ما از عکس‌ها و اینها، از نوشته‌ها عکس بگیریم که هم عوض نشه، به هم نریزه، هم بتونیم بعد تو این دستگاه اینجوری نشون بدیم و خودمونم بخونیمش. یه آقایی به نام اسرافیل حضرتیان، حالا سور اسرافیل یادتونه، فکر کنم وبسایتشون هم ایشون هم سور اسرافیل هست، گفته شاهزاده سعودی. سختی میگن شاهزاده سعودی، اینا میدونی 216 دارن این ور، مثل ما یکی نیست، ما هم 2-3 تا داریم. الان شنیدم یک شاهزاده قاجار هم دوباره اومده جلو، گفته این رضا پهلوی که بخار نداره، من بلکه شما رو برگردونم به اون دوران قاجار. بذار این صندلی رو یکم تنظیم کنم بیام جلو تو بتونم بخونم. شاهزاده سعودی گفت عربستان و امارات ترامپ را در پرونده خاشقچی تهدید کردن. الخلیج آنلاین به نقل از یک شاهزاده سعودی نوشت بن سلمان ترامپ را تهدید کرد اگر علیه وی کودتا کند مدارک، اطلاعات و معاملات مالی را لو خواهد داد، که شخص رئیس جمهور آمریکا را محکوم کرده و آینده حکومت او را به خطر می اندازد. محمد بن زاید یا بن زاید ولیعهد ابوظبی نیز با ارسال پیام‌هایی برای ترامپ از او خواست اتهام دست داشتن بن سلمان در قتل خاشقجی را از سر او رفع کند، وگرنه معاملات مالی، تسهیلات و امتیازهایی را که امارات به شرکت‌های ترامپ در آمریکا و امارات داده و می‌دهد برملا خواهد کرد. بن سلمان رئیس جمهور آمریکا را تهدید کرد معاملات تسهیلات بزرگی را که قبلا به امضا رسیده است لغو می‌کند. او همچنین به اطلاع ترامپ رسانده که اگر کاخ سفید شخص بن سلمان را در ترور خاشقچی متهم معرفی کند، عربستان سعودی قصد دارد حمایت مالی از سرمایه‌گذاری‌هایی را که بالغ بر 10 میلیارد دلار است لغو خواهد کرد. گفتگوهایی در بالاترین سطح بین رهبران عربستان سعودی و امارات و مقاماتی از کشورهای عربی و در رأس آن آمریکا جریان دارد. هدف از این گفتگوها منحرف کردن غربی‌ها از اتهام زنی به بن سلمان در صدور دستور قتل خاشقچی است. چرا؟ دلیلش اینه که این بن سلمان اگر اینجا یقش رو بچسبن، ممکنه اصلا از سلطنت آینده و اینها به اصطلاح کنار بزنن و یه شازده دیگر رو بیارن اونجا ولی عهد کنن. این چیزی بود که یکی از دوستان
نوامبر 24 ساعت همین پریروز، ولی امروز صبح برای من این نوشته رو از قول اون دوستمون فرستاد. من هم ممنونم از ایشون، تشکر میکنم و ببینم که براتون دیگه چی گذاشتم. یک نوشته ای هست اینجا از بله، فامیل من سوربیه دوستم. من هم تو ایران که بودم چندین نفر به من به جای سوربی میگفتن آقای سرابی، هم تو آلمان. و جالب اینه ما یه دوستی داشتیم که توی الکترونیک درس میخون، اون فکر کنم اسمش حمید سرابی بود و من با دوستم حمید معماریان وقتی سرباز بودیم در کرمانشاه رفتیم همدان، یکی دو شب در برف و اینها مهمونمون دوستمون آقای سرابی بود. ولی سرابی خب لابد اون سراب اون چیزی که دیدیم اینا که آدم تشنه هست یه جایی رو میبینه فکر میکنه سرابه، یه حالت چیز فیزیکی هم داره که شما اشعه و نور به زمین که میخوره فکر میکنید آب هست و وقتی نزدیک میرسید میبینید نیست، اینه. ولی برگردیم به این نوشته که یک خانمی به نام شقایق عزیززاده، که این برای من خیلی جالب بود و این خانم به نظر میرسه که بیزینس لیدی موفقی هست با وجودی که این آقای سرابی پولش رو خورده، ولی ببینیم که چی نوشته و چجوری از دیگران امداد میطلبه. معرفی یک شیاط. من متاسفانه بدون اینکه از سوابق سام محمودی سرابی مطلع باشم و او را بشناسم، با معرفی یک ریلتور آپارتمانم را به او اجاره دادم. بعد از 4 ماه که هر با این ریلتور به ایرانی میشه بنگاه معاملاتی، بعد از 4 ماه هر بار با تأخیر کرایه 1650 دلاری را پرداخت میکرد، ماه می پرداختی نداشت و تلفنش را هم قطع کرد. بعد از اقدامات اداری من جهت فسخ اجاره ادعا کرد بیمار و بستری بوده و از حسن نیت و حس انسان دوستی من و همسرم سوء استفاده کرد و 6 ماه دیگر هم با پرداخت های اندک و گاه به گاه در آپارتمانم ساکن بود. در این مدت نه تلفن جواب میداد و نه به هنگام مراجعه من جهت تسلیم رأی دادگاه در را باز می کرد. فقط گاهی در ابتدای کار با ایمیل خود را سردبیر آمد نیوز و با وابسته به افراد سیاسی مثل روح الله زم و بیژن و مسعود سعید که و بیژن فرهودی معرفی میکرد. بالاخره خانه را با رأی دادگاه تخلیه کردند. بذارید من این قسمت پایینش رو شما نشون بدم، کپچه 4 به 3 دوباره از اینجا میخوام ایمیلش هم داشته باشید اگر شما چیزی میدونید و میتونید کمک کنید به این خانم کمک کنید. خانم شقایق ادامه میده، بالاخره خانه را با رأی دادگاه تخلیه کردم و مخروبه کثیفی تحویل گرفتم که نشان از اعتیاد شدید او به مواد و مشروبات و مصرف آنها همراه رفقای معلوم الحالش داشت. هزینه انتقال اساس منزل و خساراتی که به آپارتمان زده، اقدامات اداری و اجاره عقب افتاده به مبلغ 40,000 دلار را به من تحمیل کرد. اکنون از این همه رجل مشهوری که در حرف و در رسانه های متعدد پشتیبان او بودند، می خواهم این بار که عملا باید خودی نشان بدهند از او حمایت کنند و بدهکاری او را پرداخت کنند تا این فرد سوء استفاده چی در دادگاه بریتیش کولومبیا محکوم به حبس نشود. تمامی عکس ها و اسناد پیش من موجود است. شقایق این اندرلاین ad@yahoo.com. خب این ماجرا یک کمی دوستان شرح حال ما ایرانی ها هست که ما ایرانی ها درسته که اومدیم کانادا، درسته که اومدیم آمریکا، درسته که اومدیم اروپا. آمریکایی ها میگن شما این پسر گاوباز رو میتونی از مزرعه بیاری شهر، ولی مزرعه رو از کلش نمیتونی ببری بیرون. ماها هم حالا یا خودمون آمدیم یا خانواده هامون آوردنمون خارج، ولی ایران هنوز تو کلمونه. این خانم که خونه‌شو داده به اون اجاره، بعد یه بار گولت زد دوباره رفتی
اعتماد کردی خونت رو دادی بهش و فلان اینها، حالا که پول ضرر کرده و متضرر شده، از دوستان این آقا، همون دوستانی که خود این خانم میگه اینا مشروب میخورن، معتادن، چنین چنان. مصاحبه امید دانا رو با این آقای سرابی ببینید که چه فوشایی به هم دیگه میدن. و اینها دوستان، خیلی شما چون این فلانی دوست اونه، اون آمد نیوز، اون تو تلویزیون فلان، اینها اطمینان نکنید. اینجا راه داره، چاه داره. شما همون ریلتوری که آمده شما رو معرفی کرده، اون اگه حق و زحمه گرفته، باید مدارک و جوری تهیه میکرد که شما متضرر نشین این وسط. ضمن این که متاسفانه یکی از چیزهای بد آمریکا این ماجرای اجاره دادنه، که وقتی طرف میاد میشینه، خیلی هم دیگه حرفه‌ای شدن، وقتی میاد میشینه پول شما رو شروع میکنه نمیده، ولی شما دیگه نمیتونی اینو قانونن بیرون کنی. یه جایی که انقدر بده که نگو، مثلا تو مریلند میگن اصلا طرف میشه صابخونه. در هر صورت اینم ضرراتیه که همراه به اصطلاح صاب منزل بودن میاد. حالا امیدواریم که این ضرر شما هم یه جوری یه جایی جبران بشه. و اما امروز که با شما صحبت میکنم، توی آمریکا بهش میگن سایبر مانده. سایبر مانده دنباله بلک فرایدیه. بلک فرایدی مردم بعد از تنکسگیوینگ میرن آماده میشن برای کریسمس، و اینجا هر کی برای اون یکی باید کادو بخره، اون یکی برای این کادو بخره، یه مش آشغالی میخریم به هم دیگه میدیم، بعدم میافتاریم و اونور خاک میگیره. و هر کسی نتونست فرایدی بره بخره و اینها، دوشنبه هم میان میگن سایبر، یعنی حالا شما برو روی اینترنت بخر. یعنی اینجا به یه طریقی میخوان میخوان از شما پول رو بگیرن. بلک فرایدی نشد، سایبر ماندی. سایبر ماندی نشد، ونزدی میسیز. ونزدی میسیز نشد، والمارت. و الی آخر. عجب عدسه کردم، فکر کنم مغزم تکون خورد. بد نیست، نشون میده هنوز مغزی هست که تکون خوردنشو بفهمی. این سایبر ماندی هم منظورشون اینه، چون شما خرید میکنی از طریق اینترنت، و اینترنت هم همین سایبر فضای مجازی است، اسمش گذاشتن سایبر ماندی. و اما کاروان، این سم یه فیلمی گذاشته روی فیسبوکش یا برای من فرستاده که نگاه کنیم ببینیم چی هست. بله، در قسمت پیام ها گذاشته برای من، به شما نشون میدم که ببینید چه خبر در مرزهای آمریکا. این ماجرا همیشه بوده، ماجرای کاروان و اینایی که میان اینجا، یه سریشون از دست حکومت اون مملکتشون به اصطلاح دارن در میرن که مافیایی، کشت و کشتار، زور و ظلم و ستم و ناحقیه. یه سری هم دارن میان اینجا کار کنن، یه سری هم میان بچه هاشون رو برسونن به اینجا که گفته میشه land of opportunity، یعنی سرزمین فرصت‌های خوب، بیان اینجا. میگه steel's way too expensive. بله، حالا من به شما نشون میدم این ویدیو رو که آقای سم فرستاده از، ولی این مال یوتیوب، یوتیوب هم خیلی بد این روزا یقه ما رو میگیره، حتی میاد ویدیو رو چیز میکنه. خداییش اگر ترامپ انسان شریفی بود و آدم درستی بود، میرفت از راه قانونی میگفت آقا خانمی که از گواتمالا یا از کشورهای دیگه اون پایین مکزیک میان، قانون پناهجویی و پناهندگی این است که شما به اولین کشوری که رسیدی که بهت اجازه میده بمونی و اونجا امن هستی باید بمونی. اگه میخوای یه کشور دیگه‌ای بری، توی اون کشور برو سفارت خونه اونها اقدام کن. چیزی که هست، چون این شالاتانه، چون این دیکتاتوره، چون این دروغگوه، چون این زورگوه، روش کارش اینجوریه که ورداشته 5,000-6,000 نفر رو فرستاده اونجا. اولا اینا رفتن این ور، اینا این ور. حالا اونجایی هم که هستن که با هلیکوپتر هم دارن بالای سر اینا میچرخن و اینها، یک
شیر تو شیری درست کرده که نگو و نپرس. اجازه بدیم من اینو به شما نشون بدم، با هم چند دقیقه از این ویدیو رو ببینیم. این ویدیو حدود 38 دقیقه است، ولی ما وقتش رو نداریم که 38 دقیقه نشون بدیم، فقط به شما یه چند دقیقه، دو دقیقهش نشون میدم که ببینید اینایی که اینجا هستن نگرانی در صورتشون، همین که بالا رو نگاه میکنن، آمدن لب مرز ولی میترسن از مرز رد بشن، چون ترامپ گفته اگه کسی از مرز رد شد دستور شلیک داری، به اینها اون آتش به اختیار رو داده. با هم ببینید، میبینید این بالا رو نگاه میکنه، هلیکوپترها رو داره نگاه میکنه. البته خیلی از هلیکوپترها ممکنه مال خبرگزاری ها باشه، مال میدیا باشه، مال رسانه ها باشه، ولی اینه. حالا اگه بشه یکم سریعتر ما اینو به شما نشون بدیم، اسپیدش رو میبریم رو سرعت 1.2، ببینیم چه میشه. بله من نمیدونم این پرچمی که درست کردن یعنی چی، ولی بردیم بالا، پیکسل پیکسل شد. بله نوشته هاشون هم به چیز هست، در صورت عکسای زیادی هست، خبرای زیادی هست که در مرز این نگرانی هست، چون یه چند تاشون گفته بودن وقتی رسیدیم به مرز بدون توجه به اینایی که اونجا هستن شما همینجوری برین، همه رو که نمیتونن ببندن به رگبار، ولی خب اونی که میخواد بره میگه حالا درسته که همه رو نمیبندن به رگبار، ولی ممکنه منو ببندن بر آهان. میگه در یوتیوب صدا اکو داره، بذار من ببینم شاید دوتا اسپیکر روشن هست، اینو ببندم، یکم صبر کنید، اینو مثلا اینجوری خاموشش کنم، هایدش کنم. حالا چی؟ حالا بهتر شد؟ از الان که میگم حالا چی؟ حالا بهتر شد؟ برای من بنویس آقای امین دوست خوبمون. آقای امین حمایت کن تلویزیون مردم رو، شما که یه مدت رفتی اصلا پیدا نبود، دوستان حمایت کنید. من نوشتم اون در تو برنامه گفتم، گفتم دوست دارم 10 نفر از این دوستان بنویسن دلیلی که حمایت نمی کنن چیه. خب خیلی ها میتونم بگن آقا من پول ندارم، بودجم خیلی به اصطلاح یا زندگیم خیلی بودجه بندی شده، چی میگن، ولی واقعا چرا حمایت نمی کنیم؟ چرا مثل آمریکایی‌ها وقتی یه نفر میگه خب آقا شما داری از این برنامه استفاده میکنی حمایت کن، و اگه استفاده نمیکنی تماشا نکن، چون این حقیقتش میگم من راضی نیستم من بیام اینجا. حالا بعضیا میگن خب آقا مگه ما بهت گفتیم؟ نه آقا بهم نگفتی، ولی من دارم بهت میگم آقا اگه تلویزیون ما رو حمایت نمیکنی لطف کنید تماشا نکنید تا ما یه برنامه بذاریم برای اونایی که حمایت میکنی. من همیشه یاد این دکتر مصدق بیچاره میافتم. شما نگاه کنید این تلویزیونای طرفدار پادشاهی، حالا بله تا میگیم اون، شما میگی بله اینا پولای دزدی آوردن، آقا اینجوری هم نیست. شما که پول کار کردن و عرق ریختن در میاری، مگه 10 دلار در ماه 20 دلار در ماه چه فشاری به زندگی تو میاره؟ نمیدونم، در صورت دوست دارم که بنویسید که چرا حمایت نمی کنید. خب این از این، این رو هم من خط بزنم. ماجرای دروغ ترامپ که گفته کاروان رو نگه میدارن در مکزیک، مکزیک گفت ما همچین قراری با هیچ کس نداریم. ولی بلک فرایدی رو آقای داریوش امیر جلالی برای من فرستاده که ما اینجا هر روز شاهدش هستیم، به همین خاطر من نمیرفتم سالها، هر چی هم ارزون بود تبلیغ میمد من نمیرفتم. و خیلی جالبه این فرایدی که رفتم یه چیزی بخرم، چون شنبه باید یه برنامه ای رو، همین برنامه عروسی خانواده علاقمندیان رو باید به اصطلاح ضبط میکردیم و برادکست میکردیم، احتیاج به دو تا وسیله داشتم. پسر من تعجب کرد، گفت کجایی؟ گفتم بیرون. گفت دد بابا تو روز جمعه بلک فرایدی رفتی بیرون؟ گفتم آها الان دیگه بلک فرایدی شده پنج شنبه، دیوونه ها از ساعت 5 عصر تا 1 شب رفتن و من که اومدم اینجا الان اصلا مثل روزهای معمولی هم حتی شلوغ نیست، چون اونا رفتن فروشگاه وایستادن سرما اینا خرید کردن، اونا خوابن و من حالا شده عین این که شنبه رفتم. اینم از این ماجرا.
بلک فرایدی رو بهتون نشون بدم. یک لحظه اجازه بدید من این آقای داریوش امیر جلالی رو پیدا کنم. پیدا شد، یافتم. نیوتن بود گفت یافتم، آمد بیرون اون فرمول هر جسمی که در آب فرو رود به اندازه وزن مایه هم حجمش از وزنش کم میشه. خب اینو داشته باشید، این تصویر رو ببینید، ببینید در آمریکا چه خبره. وقتی این بلک فرهم میگه که never underestimate the level of ignorance، حالا این کلمه ignorance و اینها رو شما بعض وقتا نادانی و اینها هم میشه به اصطلاح ترجمه کنید، میگه هیچ وقت درجه نادانی و حماقت رو دست کم نگیرید. به این عکس نگاه کنید که یه نفر از بالا احتمالاً توی مالی بوده، از طبقه دوم عکس گرفته، حالا من فیلمش رو به شما نشون میدم. این در بسته شده، بسته است، صبح اول صبح. اولا همینجا هم نگاه کنید، هیچ نظم و ترتیب و صفی در کار نیست. حالا برید ببینیم با هم. صدا هم میخواید؟ این آهنگر حالا بعد یوتیوب یقین رو میگیره، اون ور نشون میده اونا چجوری میدون، اون ور نشون میده خونه ها تو آب، این ور نشون میده این خانم با کفش چجوری غیر میده، این ور نشون میده اینها چجوری باید بشینن، همون لباس ها رو، همون کفش ها رو اینا تو این کشورهای عقب افتاده با دستمزدی بسیار کم به اصطلاح آماده کنن و بفرسن. و اینجا ببینید چجوری اینا با حرص و ولع میرن میخرن و این دو طرف ماجرا رو داره نشون میده که اینجا از خوشی نمیدونن چه کار کنن، اونجا اون بیچاره ها از بدبختی و بله. حالا بلک فرایدی نگاه کنید، بچه‌ش خوابونده اونجا، خودش نشسته بود، تازه صندلیش هم دیدید که چیز تخته خیلی صاف و ناراحتی. میگه که لباسهای شما رو کی درست کرد؟ اینم بد نیست که یه سوالی از خودمون بپرسیم که این لباسی رو که من پوشیدم کی درست کرده؟ ولی دنبالش باید بگیم چه باید کرد؟ چیکار کنم؟ من مثلا برم اینجا بگم من میخوام لباس اینجا دوخته شده باشه آمریکایی به من فقط لباس بده، خب میدونید قیمتش چقدر میشه؟ این نظم دنیا. اتفاقا تو برنامه قبلی آقای مجید افراخته آمد یه چیزی نوشت و برای من خیلی جالبه. با ما هر برنامه میذاریم یه مدت این لیلا خانم بود، حالا یا قهر کرده یا به اسم دیگه میاد، حالا نگاه میکنه هی میگفت که آقا این چیه، آقا اون چیه، چرا اینو گفتی، چرا این آوردی، چرا این مهمونه اینو گفت. گفتیم بابا جون قرار نیست همه دنیا بر وفق مراد شما باشه، همه دنیا آفریده نشدن که شما راضی باشی. میاد یه برنامه اجرا میکنه، شما دوست داری گوش کن، دوست نداری برو یه جای دیگه، برو قدم بزن. آقای افراخته اومده میگه که این مجاهدینی که جدا شدن، حالا که جدا شدن این همه سال برای مجاهدین شمشیر زدن، حالا چرا وقتشون رو باز با شمشیر زدن به مجاهدین دارن تلف میکنن؟ میگم آقا دلش خواسته، شما به آزادی انسانها باور داری؟ طرف 30 سال عمرش رو از دست داده، ناراحته، عصبانیه، میخواد داد بزنه، میخواد یه شونه ای رو پیدا کنه، شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارن. شما دوست داری وایستا بذار گریه کنه، بذار حق حق کنه سنگ صبورش رو. دوست نداری بگو من وقت ندارم برو، ولی به دیگران نگو وای نسین حرف اینو گوش کنید، بذار اونا حرفاشو گوش کنن. عجب ملتی هستیم ما. بعد هنرمند محبوب آقای سعید کابوسی، فیلسوف قرن 21، آمده به این آقا میگه شما احمق بودید که حرف رجوی رو گوش دادید. خود شما آقای کابوسی چند بار در زندگیت حماقت کردی حرف دیگران رو که شالاتان بودن گوش دادی؟ آیا حاضر هستی بیای بگی احمق بودی؟
اینا خیلی شهامت دارن، شجاعت دارن که میان میگن اشتباه کردیم، جوان بودیم و ما عجب آدم های بی‌تربیتی هستیم. آقا این آقا مهمونه، آمده اینجا تو خونه من، ما در باز گذاشتیم، شما ما آمدی، شما نباید به مهمون من بی احترامی کنی. برنامه عالی، من آرامش پیدا میکنم وقتی میبینم. خیلی ممنون دوستون آقای زمانیان، ایشون هم هنرمند خطاط، به نوشته هاشون روی فیسبوکش برید ببینید چقدر قشنگ می‌نویسه و اینها. خب ایشون برنامه منو میبینه میگه من آرامش پیدا میکنم، احتمالاً من حرفای دل اینو میزنم. آقا من اگه حرف دل شما رو نمیزنم، شما مجبور نیستی گوش بدی، چرا خودت آزار میدی، ما رو اذیت میکنی؟ آقا یه جایی فلفل میفروشم، طرف وقتی میخوره از 9 تا سوراخ بدنش آب میاد بیرون، دیگه چی بگیم؟ والله شما دوست داری میری میخری، خیلی هم گرونه، دوست نداری میگی من فلفل دوست ندارم میرم. به فلفل و فلفل فروش که فوش نمیدی اونجا. چرا؟ اگه یه کسی فلفل به زور به چپونه تو دهنت، شما ممکنه فوش بدی. سالها پیش با یه دوستی رفتم هاوایی، اولین باری بود که من اونجا این فلفل سبز ژاپنیا هست، بهش میگن واسابی، این برای ما یه لقمه گرفت، بعد با قاشق یه قاشق از اینا گذاشت روش، گفت بخور اینجوری خوب میشه. خب آخه این چه شوخی بدیه که میکنی؟ ممکنه طرف قلبش وایسه اصلا. داد به ما خوردیم، آقا از چشمامون عرق، منم یه مش فوش بهش دادم. خب آخه این من نمیدونم، ما مریضی میخوام. خیلی ممنون دوستان، به برنامه رو بریم. آقای امیر جلالی هم ممنونم از بلک فرایدی. و اما ترامپ، روسیه و اوکراین هر چی بهش میگید مشکل پیدا کردن، مثل که با هم درگیری پیدا کردن و باز دوباره ترامپ شالاتان حالا به جای این که بیاد بگه که ما این رو به سازمان ملل میبریم یا من میرم با ارباب ترامپ با ارباب پوتین صحبت میکنم فلان اینا، مردی که آمده گفته که اینایی که جزء نیتو هستن پول برنزه کافی نمیدن. ملت میگن خب این چه ربطی با این شرایط اوکراین و روسیه داره؟ در صورت اینم ماجرای این پایین مکزیکی ها که دارن میان، مکزیکی نیستن، همشون مال گواتمالا و کشورهای دیگه هم هستن. بعد اونور در ایران زلزله، اونجا اوکراین و روسیه مثل که یه جایی مشکل بستنر نظامی دریایی پیدا کردن. ولی جالبه که اوکراین حکومت نظامی اعلام کرده، اگه کسی میدونه برای چی اون رو بگه. و اما ببینم درست شد یا نه، درست شد، درست نشد، ای بابا بذار ببینم من اینا همه رو نشون بدم یک لحظه. خب یک دو بذار اینا رو ببرم پایین اینجا، اگه بهت نشون بدم که چند تا میکروفون رو، آها فهمیدم، راست میگه بابا بنده خدا، این بار دیگه باید درست شده باشه، اگه درست نشده باشه دیگه من کار نمیتونم انجام بدم. ساعت 2:42 است، اگه درست نشده دیگه نمیتونم. دیدم یه دونه میکروفون دیگه هم روشنه. ببینید دوستان، ما اینجا 7 تا میکروفون داریم، ممکنه باورتون نشه، ولی هر کدوم از این دستگاه ها که وصله خودشون میکروفون دارن. بعد ما میخوایم میکروفون اونا رو استفاده نکنیم، بعضی وقتا اونا فضولی میکنن، میکروفون خودشونو به عنوان دیفالت قرار میدن. مثلا من این دوربینی که استفاده میکنم چون میکروفونش دوره نمیخوام، میخوام میکروفونی که اینجاست استفاده کنم، اون وقت اونم میپره وسط. اینه که اینجوری بوده. امیدوارم شما باشی و این بار دیگه گذاشتمش واقعا از این میکروفون لاجیتک C910. اینم از این ماجرا. اگه درست شد بریم به کارمون برسیم، اگه درست نشد خب برو رو فیسبوک نگاه کن، رو فیسبوک صدا چجوریه که از ایران دارن میبینن، از آلمان دارن میبینن، از آمریکا دارن میبینن، از سوئد داره میبینه آقای جلیلی شیرزاد. چیزی نگفته، کسی نگفته صدا بده. اتفاقا حسن این برنامه ها اینه که شما اگه رفتید توی مردم تیوی.com
اونجا اشکالی داشت، فیسبوک داری، یوتیوب داری، اگه همه اینا اشکال داشت اون تلفن 605 که الان شمارش باقیش یادم نداری، ما همه این راه ها رو گذاشتیم. میگن هر کسی از میگن برای رسیدن به خدا هر کسی یه راهی پیدا میکنه، ما هم برای که شما بتونی به ما برسی این همه راه گذاشتیم، برای حمایت هم اون همه راه گذاشتیم. متاسفانه هیچ کدومش شما استفاده نمی کنید. استفاده کنید، نترسید. آمریکا یه جایی داره یه مسئله داره، میگه use it or lose it، یعنی یا استفاده کن یا از دست میدی. یک روز پس از توقیف سه شناور اوکراینی، روسیه تنگه، حالا من اول اینو خوندم، کرچ را باز کرد. رئیس جمهوری اوکراین از پارلمان این کشور خواست تا امکان برقراری حکومت نظامی را در دستور کار قرار دهد. و اما متاسفانه شمار مصدومان زلزله استان کرمانشاه به بیش از 770 تن رسید. دوباره نوشته رئیس جمهوری اوکراین فرمان حکومت نظامی صادر کرد صدور ویزای دانشجویی آمریکا برای ایرانیان کاهش یافت. آقا خانم برید اروپا، والا پول دانشگاهتون هم میدن، دیوونه هستید میایین اینجا؟ آمریکا آواز دهل شنیدن از دور خوش است. از فزان بردان بپرسید آیا رویای اسکان بشر روی مریخ محقق خواهد شد؟ ساعت 3 قرار بود که این سفینه که با سرعت نمیدونم چند هزار مایل میرفت یه دفعه بیاره سرعتش روی 5 مایل و بشینه روی کره مریخ. اگه کسی خبری داره به ما بگه. سقوط هلیکوپتر ارتش ترکیه 4 نفر کشته بر جای گذاشت. داریوش دانشجوی بریتانیایی که در امارات به حبس ابد محکوم شده بود بخشیده شد، عفو شد. خب خدا پدر و مادرشون بیامرزه. و ببینیم که اینجا براتون چی گذاشتیم. حالا سایبر ماندی رو داشته باشی، گفتم کی برای خرید روی به اصطلاح اینترنته، ولی ببینید اینایی که اسلحه میفروشن اونا هم میخوان از این بازار مجازی دور نباشن. سایبر ماندی سیوینگ، دوباره عکس اسلحه‌های اتوماتیک، اسلحه‌های پرقدرت که اینا تازه میرن دستکاریش هم میکنن که به جای مثلا دقیقه اینقدر دقیقه 10 برابر پخش کنه و فلان. این هم یه اسلحه کپی کلت 45 تو ایران بود، الان گذاشته با سل نوشته دونه 212 دلار. یعنی شما وسایل ترمز ماشینت میخوای بخری 400-500 دلار پاد بند خرج میاد، ولی اسلحه 200 دلار، اسلحه 100 دلار، اسلحه 60 دلار. و اما میگه که بیاین حالا چون جمعه این سیستم ما خراب شده بود کار نمیکرد، بیان چند تا جوک و ویدیو و اینها رو که اون روز گذاشته بودیم بهتون نشون بدیم. میگه الگوی ما در شرایط تحریم باید مانند گاوه حسنی باشه که بدون شیر و حتی بدون پستون تونست شیرش رو به هندوستان صادر کنه. از سخنان رئیس جمهور. یادتونه میگفت شیرش رو بردن، نه شیر داره نه پستون، نه شیر داره نه پستون، اینو ببر هندوستان یه زن کردی بستون. گفتن این دیگه چیه هندوستان؟ از دوستان من هر کس از آلمان به آمریکا رفت اظهار پشیمانی میکنن. آقا من 2 سال 22 ماه آلمان بودم، داداشم اینجا بودن و پدر و مادرم هم آمدن اینجا. وقتی من گفتن بیا، گفتم الان که دیکارم درست شده نمیخوام بیا. پسرم داره آلمانی صحبت میکنه، دخترم آلمان دنیا اومده، منم آلمانی بلد شدم، اینجا وای میسم. هی گفتن آقا بیا. گفتم آقا اینجا زندگی خوبه، اینجا مردم زندگی میکنن، ببخشید مثل آمریکا نیست که زندگی مردم رو بکنه. گفتن حالا تو بیا، اگه خوب نبود سر 6 ماه برگرد. بود 6 ماه شد 6 سال و دیگه وقتی اومدی اینجا نمیتونی جای دیگه زندگی کنی. ارزونی وسائل، امکانات، بزرگیش، درندشت بودنش، اینا متاسفانه بعدم که دیگه الان که دیگه پیر شد. میگه به قزنفر گفتن سلسله های اخیر پادشاهی رو نام ببر.
گفت نادر شاه، فتح علی شاه، رضا شاه، حالا این جاک شاه. هدیه دادن قزنفر به همسرش، گفت که به همسرش گفت سکینه جان، خواستم برات گل بخرم، دیدم خودت گلی وسط کود خریدم. قزنفر چند متر دورتر از قبری گریه میکرد. ازش پرسیدن چرا نزدیکتر نمیری؟ گفت مرحوم از فامیلای دورمون بود. این قزنفر و اینها هم از موقعی که یکی میگفت یه ترکی بود یه لوری بود، به اصطلاح این مد شد، عوض شد. ولی جالبه وقتی شما توی مهمونی مثلا میگی قزنفر، طرف میگه آه چرا نمیگی یه ترکی بود، حالا خودش ترکه، یا چرا نمیگی یه لوری بود، خودش لوره. و من هم اگه شیرازی هم میگه آه چرا نمیگی شیرازی بود. در صورت اینه دیگه نمیدونه حالا بشه جزء تصحیحات فرهنگی گذاشت یا جزء چیزایی که عوض شده به مرور زمان. میگه رفتن بن سلمان به تونس و مصر، آدمکش یمن، پول بده به ترامپ، هر کاری خاصی بکن. از دوستان من اونم خوندم که هر کسی رفته، مرسی. میگه پدر ادروس گفت خودت بگو خلافات چیه؟ داماد گفت که فقط آدم زیاد میجوام. چرا؟ گفت بوی سیگار رو از بین میبره. مگه سیگار میکشی؟ آره بعد از عرق حال میده. مگه عرق میخوری؟ آره گیرایی تریاک رو زیاد میکنه. مگه تریاک میکشی؟ آره از بیکاری که بهتره. مگه بیکاری؟ آره همش نمیشه همیشه که نمیشه دزدی کرد. اینم تو کاری که آدمای بیکار میفرسن، من بیکارم برای شمای بیکار میخونم. و اما یک خبر و یک اخطار، فیلم بردار و صدا بردار عربستان از رعد و برق آسمانه که دیشب اتفاق افتاد به این مصیبت رسیدن. این فیلم من به شما نشون میدم. فامیلای خود ما، یکی از دوستان جوان آرش خدا بیاموز، در ایران در پادگان. شما یغلبی میدونید چیه؟ این کلمه یغلبی ترکیه، از کجا اومده؟ ظرف قضا، سربازان یه ظرف آهنی داشتن، این ظرف آهنی دستش بوده که بره نهار بگیره، رعد و برق میزنه میمیره جوون. حالا این فیلم بردارا رو ببینید. و من بارها گفتم من نمیفهمم چرا این فیلم بردارا، رادیو تلویزیونا اینا اصرار دارن برن تو همون خیابون موقعی که بارون میاد، دیدید برف میزنن بهشون، بارون میده میفتن، چترشون پاره میشه. یعنی اگه به من و شما بگن بارون زیاده، سرعت اینجوری، ما قبولشون نمیکنیم. اینقدر اینا دروغ گفتن که حتما باید بره زیر بارون وایسه. من خودم یادم موقعی که برای این کانتی اینجا کار میکردیم و اون مسئول به اصطلاح برف تمیز کردن این مناطق بودیم، رادیو استیشن ها میمدن اونجا، خانمه با مینی جوب، حالا شال پیچیده بود، کلا پیچیده بود، توی ونی با دو سه نفر مرد دیگه نشسته بودن، کافی میخوردن، بعد میمد بیرون نورا رو روشن میکردن، یه گزارش میداد، فوری میدوید میرفتن. اینا هم شده این بدبختی که میبینید اینجا اینقدر رادیو تلویزیون زیاده، یه سریشو اینجوری سر کار میذارن. یعنی کار مفیدی نیست. والله به شما بگن برف داره میاد، تا فردا برف میاد، این برف مثلا سنگینه، این برف سبکه، این برف بعدن آب بارون میزنه، یخ میزنه، تموم شد رفت. از بس پیشبینیهای دروغ میگن مجبورن اینجوری کنن. خب خانم زری تننازی، خوشحالم که هم هستید هم میتونید بنویسید بعد از اون ماجرای لیف و صابون زدن ما به فیسبوک. میگن پوز دادن زندگی در آمریکا را فراموش کردید؟ بگویید بسیاری از ایرانیان در آمریکا جلوی دوربین تلویزیون ها همش پوز زندگی در آمریکا را به رخ مردم میکشند. من ندیدم. یعنی چی؟ مثلا میگن تو آمریکا زندگی میکنیم که آخه چه پوزی داره؟ اینجا که باید مثل سگ بدویم، مثل خر بار ببریم. من نمیدونم والا، ولی حقیقت رو بگیم بهتره. خب ببینیم که این فیلم رعد و برق چی میشه. یک لحظه باز بشه. بله خیلی صحنه دلخراشی هست از این بیچاره ها که داشتن گزارش تهیه میکردن، بعد رعد و برق زده و به این روز افتادن. ولی ببینید یادتون باشه میگن موقع رعد و برق بیرون نباشید، زیر درخت نباشید، نزدیک پنجره نباشید.
کجا باشید و من نمیگم خودتون به تحقیق کنید ببینید کجا باشید که سیف باشید، امن باشه. با هم میبینید. زد به دوربین و زد به صدا بردار. ولی جالبه که حالا یکی دیگه میاد با همین دوربین نگاه کنید پیرنهاشونو ببینید چجوری سوزونده از بین برده. اسمش نوشت بیچاره نبیل خالد حجازی. این یکی هم تمام لباس بدنش اصلا سوخته. میبینید راسته میگم بعضی وقتا صحنه ها دلخراشه، ولی آدم نشون بده که ممکنه یه نفر همینه که ببینه دفعه دیگه توجه کنه و توی رعد و برق و اینها نره بیرون، خودشو به خطر نندازه. دوستمون میگه که البته اینجا نوشته شهر دمام شرق عربستان، نوشتن اینجا یک ساعت بارون آمد. حالا ببینید که چی شده. من شنیده بودم که شیراز این چند تا زیرگذر و روگذر و اینها ساخته بودن و میگفتن وقتی بارون شدید میاد اینا آب وای میسه داخلش. البته نگفته نماند همینجا تو آمریکا هم وقتی بارون میاد این تونلا بعضی هاشون آب میگیره، بعد خیلی از خیابونا، اینجا یه پارکی هست بغلش اون پاند آب میاد تو جاده، جاده رو میپوشونه، حتی تابلو زده که چند فوت آب وایساده که شما بدونی اگه ماشینت مثلا کامیونه ممکنه تا 2 فوت آب رد بشی، ولی اگر 5 فوت آبه همون کامیون هم نمیتونه رد بشه. دوستان اینا ماشینن این دوتا. با هم ببینید یه لحظه اجازه بدید من اینو بیارم اینجا. بله این زیرگذر در شهر دمام در عربستان و میبینید که این ماشینا آدم ها مثل که ول که اون بالا مکدونالد بود. اینم این و این بارون. حالا کشور عربستان که یک کشور جدید، خیابونها تأسیساتش اینها هم به اصطلاح باید مهندسی باشه. من دبی و عربستان اینا نرفتم، ولی میگن شما اونجا عرب نمیتونی پیدا کنی که داره کار میکنه، همشون مهندسا خارجی، کارگرا هم خارجی از کشورهای بدبختن. و اما آقای اکبری میگه یادت میاد رعد و برق تو ایران میگفتن تش برق و قورتراق. این رعد و برق بود، رعد اون قسمت برقیشه، یعنی برق نه رعد صداش بود، یادم رفته. ولی اینم که میگن از حرکت، از خوردن برخورد دو تا ابر که یکیش بار مثبت داره یکیش بار منفی داره میخورن به هم چنین. و اینم این دیشب و امروز اتفاق افتاد. نکنه بگی گفتار عقل بشر مبالغه میکنه یا دروغ میگه. این فیلمه اگه اشتباه نکنم، این مال یوتیوب، میشه نشونش بدیم. فیلم های یوتیوب بعضیاش آزاده بعضیاش آزاد نیست دوستان. اونایی که کپی رایت گذاشتن ما اگه نشون بدیم یقه اونو میگیرن، ولی بعضی هاش هست که گفته این کریئتور هست کپی رایت برداشته تا دیگران هم استفاده کنن. حالا دیگه ما آب از سرمون گذشته چه یک کله چه صد کله. خب خوشحالم که آقا سعید هم آمد، ویدیو تو نشون دادیم سعید در مرز، ولی چیزی نفهمیدیم. همون اول رو دیدیم که اون بالا رو نگاه میکردن هلیکوپتر بالای سرشونه. این بدبخت ها اگه هلیکوپتر خبرگزاری و اینها هم باشه، اینا فکر میکنن برای آمده پلیس و آمده اون مامورای گشت به اصطلاح دولتی و ارتش و اینها. و خب من و شما هم باشیم با زن و بچه حاضر نیستیم بریم یه دفعه تیراندازی بشه و اینها. البته خیلی ها وقتی به یه جایی میرسه شما فکر کنیم اون کسی که از ایران فرار میکنه میره از مرز پاکستان، از مرز زاهدان و پاکستان میاد کمتر خطر میکنه. ببینیم با هم. اینم باد و طوفان و اون درخت های نخل که ببینش. اینم آب
صداشو ببندیم بهتره، چون عربی میگه ما که عربی بلد نیستیم. اینا میبینیم ماشینا تا کجا تو آبن، این پنجره ماشینه اینجا. بله احتمالا شما هم بارونای اینجوری دیدید. خود ما چند روز پیش همین شنبه که من رفتم واشنگتن برای فیلم برداری و برادکستین، چنان بارونی اومد که توی رادیو خیابون های... ببین ماشین آب داره میبره، که توی خیابون توی رادیو خیابونایی که خطرناک بود میگفت نرین، صبر کنین یکی دو ساعت دیگه بعد برین. بچه که بودیم تو شیراز یه بازی میگردن، دو نفر دستشون رو اینجوری میگرفتن، یه نفر خودش رو مینداخت رو این و اون میگفت که وای ننه آب بردم، اونا هم میگفتن به گور سیاه. ببینم این اکبری هم مثل ما فقیر بوده، وسیله نداشتن، وسیله های بازیش همین دوستان دیگه بودن. بله این عربستان سعودیه که اون دفعه نشون دادن، من گفتم این فیلمه یا ماکته، مثل که این فیلمه، این چترهایی هست که برای حالا چه نمیدونم چترها بسته نشده که آب بارون رو جمع کنه. بله من هم پشیمان هستم از آمدن به آمریکا آقای اکبری. این دوستمون آقای فرخ سپهرارم میگه من هم پشیمان هستم از اینکه از آلمان آمدم به آمریکا. خب اینم از این دوستان. حالا ببینیم این برف و باران و باد و بوران در کشورهای دیگه چه کار میکنه. ممنونم از دوستمون که این ویدیوها رو فرستادن. چند تا ویدیو هم از مکه بود، 4 تا، ولی همش فکر کنم از این بری بود. اینا رو نشون ندیم بهتره. چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر دوستمون گفتار عقل بشر رو از چیز میفرستن. دوستانی که منتظر آقای جلیل مرتضوی بودید، یا ایشون هنوز در سفر برنگشته یا برگشته و دیده و شنیده که من گفتم که کسی برنامه ایشون رو به غیر از یه نفر سپورت نکرده و منم نمیتونم پخش کنم، شاید به اون خاطر برنامه پخش نمی کنم. اگر میخواین برنامه ایشون پخش بشه با خودشون تماس بگیرید، ترتیب سپورت یا حمایت رو بدید و ما هر وقت که ایشون بخواد، وقت زیاد داریم اینجا، ولی وقتی که دیگه بخوایم بیش از این تلف کنیم نداریم. اجازه بدید از دوستمون خانم الهه تشکر کنم که وقتی من گفتم اگر دوستان کسی هست از ایرانیا که دی ان ای آزمایش دادن، نتیجهشو بفرستن، اسمشون اینا رو خط بزنن که ما اسم مشخصاتو نشون ندیم، ولی ما ببینیم که ایرانیا چیه. ایشون اینجا هم اسمشو نشون داده هم فامیلش رو، ولی من این بالا رو نشون نمیدم، پایین رو به شما نشون میدم که جالبه. البته من نمیدونم این از همون وبسایت هایی هست که پول میدین و وسایلش میفرسین، یا یه چیزایی که روی اینترنت میاد همینجوری همه کس میتونن به اصطلاح امتحان کنن، چون ایشون عکس صفحه آیپدش رو فرستاده. ضمناً اگه آیپد جدید خریدین، این آیپد قدیمیتونه بفرستین برای ما تا ازش برای فیسبوک استفاده کنیم. بله ایشون نوشته که براش جواب دادن که خانم الهه شما 78% مال آسیای غربی هستی، 14% مال آسیای جنوبی هستی، 4%. چرا من اینا رو راوند میکنم؟ اونه که 78.2 میکنم 78، 13.8 رو اون میشه راوند داون، یکی راوند اپ. این که 3.7 هست میشه 4، 2.4 میشه 2 تقریبا. به ایشون گفتن 2.4% آفریقای شمالی هستیم و 2% انگلیسی هستیم. مواظب همین 2% باشید خانم الهه. درصد خیلی ممنون. اینو شما از myheritage.com گرفتید. حالا من بعدا نگاه میکنم ببینم این از اون سایت هاییه که همینجوری به همه مجانی میگه شما کی هستید چی هستید، یعنی خودمونی الکی، یا اونایی که 40-50 دلار 60 دلار باید بدید، به قول ما جبرانی، یا توفتونو بفرستید یا خونتونو بفرستید یا یک چیزایی هست
مثل اینایی که گوش تمیز میکنن بزرگتره، میذارید اینجوری تو لپتون تو قفتون یکم به لثه و اینا میمانید، همون دیگه توفه میفرسیم میره. میگه که خانم زری طناز میگه مریخ پیمای ناسا بر سطح سیاره سرخ فرود آمد. سیاره سرخ دیگه کجاست؟ مارس خانم، مریخ. مریخ رو میگن سیاره سرخ، اون خاکش مثل که این قرمز رنگه. بعد آزمایش هایی که تا حالا کردن میگن ممکنه اونجا زندگی وجود داشته باشه و به احتمال زیاد این دستگاهی که تازه رفته اونجا قرار از اونجا یه چیزی با خودش بیاره. حالا امیدواریم یه میکروبی نیاره، چون میدونید اگه یه جایی میکروب باشه طبق قضیه داروین بعدن اون میشه یک زندگی و اینها. بله، سیاره سرخ همان مریخ است، به واسطه وجود آهن سرخ است. بله، اینم از این. و این اینقدر نگویید کارگران اینها رو مال آقای مجید افراخته رو اون روز خوندم و برای دوستان در حزب کمونیست کارگری هم فرستادم و برای دوستانم توضیح دادم که من اینجا یک کلاسی رفتم. میگه آقا وقتی میخوای اسم برای بیزینست معین کنی، شما یه اسمی بگو که طرف تا میگه مثلا دیدی میگه پیتزا هات، دامینوز پیتزا، یعنی شما تا میگه میفهمی چیه. حالا مکدونالد اون موقعی که شروع کرده و اینها، بعدم که دیگه اصلا دیگه وقتی بگی مکدونالد همه میفهمن، همبرگر و اینها. ولی میگه یک کلمه کوچولو باید بگه به مردم که شما چه کار میکنید. یه اسمایی هست اصلا غلط اندازه، شما وقتی میبینی مثلا همین حزب کمونیست کارگری، من به دوستان میگم یعنی قرار کارگران حکومت کنن، میگم نه این آقای منصور حکمت اسم گذاشته. آقای منصور حکمت جوان خوبی بود، خدا رحمتش کنه، گفته های خوبی داشت، ولی ایشون فوت شد رفت. الان شماها که زنده هستی بشینید ببینید اگر این اسم کلمه کارگری باعث اشتباه مردم میشه، یکیش من یکیش آقای افراخته، عوض کنید، بذارید حزب کمونیست. اگه دیدید کمونیست وجود روسیه اون 70 سال اونجا باعث اشتباه مردم میشه، یه اسم دیگه براش پیدا کنید که توضیحش درونش باشه. این حزب کمونیست هم آقای جلال آل احمد رفته بود اونجا، میگفت رفتم دیدم آرایشگره رفته اونجا نشسته، گفتم چرا نشستی، گفت اومدم خیاط، گفتم خب خیاطه که نیست که. بعد میگفت که هیچ کی کار نمیکنه، برای که میگن چرا من کار کنم سهم من بره تو جیب اون. و دیدید که بعد 70 سال به جون به هیچ نرسید. میگه من بدون دی ان آی میدونم که پدر بزرگم ایرانی نیست. این خانم طنازی میگه، میگه من بدون دی ان آی میدونم که پدر بزرگم ایرانی نیست. آخه یه چیزی هم هست، شما اگه دقت کرده باشید اصلا ما چیزی تو دی ان ای فکر نمی کنم به عنوان ایرانی و اینها باشه. مثلا میگه انگلیش، میگه آفریقای جنوبی، لابا میگه مثلا میدل ایست، بازم یه جورایی جنبندیه. ولی این که میاد مثلا فلان قاتل رو میگیره و اینها، حقیقتش الان تازگی ها باز شروع کردن درباره دی ان ای، میگن به اون درستی و دقت عملی هم که اینا میگن نیست. حالا نمیدون. خب و اما براتون چیزای دیگه‌ای که اینجا گذاشتم بخونیم. و این رو هم اون روز گفتیم، موجودیت اسرائیل بدون عربستان به خاطره میافتد. و حالا این ماجرای ترامپ کی معما باز میشه و معلوم میشه، ببینیم چه کثافتی زده به خودش و خانوادهش که اینا همشون اینجوری مثل سگ و مثل گربه. بازم صد رحمت به گربه، گربه اقلا نمیذاره گردن بند بذارن گردنش لیش یا چی میگن افسار نمیذاره، ولی سگ دیدی سگ اینقدر قدیه اسب یه بچه کوچولو نگهش میداره. و اما این ماجرای جبهه ملی ششم که من اون روز گفتم، گفتن آقا مثل اینم مثل چیزایی هست، مثلا میگن سمینار هفتم فلان، گفتم خب نوشتهشون نوشته بیانیه اعلام موجودیت جبهه ملی ششم، یعنی چی؟ یعنی با پنجمی کاری نداره، با اولی کاری نداره، ولی باید بنویسه مثلا ششمین اعلامیه
این جبهه ملی. کسی توضیح دیگه ای نداده، منم به همین قدر بسنده میکنم و میریم برای چیزای دیگه ای که اینجا نوشته و براتون نگه داشتیم. این تکست مسیج رو هم بذارید برم. آیا فکر میکنید انسان ها اینطور نیستن؟ آره اون روز بهتون گفتم اتفاقا تمام فیلم، بیشتر فیلم هایی که این دوستمون میفرسته 90 درجه باید بخوابیم تا درست ببینیم، ولی یه پروگرام هایی هست که اینو میچرخونه درست نشون میده، ولی نمیخوام در حین برنامه زنده اینو من اونجوری عوض کنم. میترسیم والا به این دستگاه دست بزنیم. اینو شما خودتون نگاه کنید، خب یکم نگاه کنید، حتی نخوابیدم میتونید ببینید، تشخیص بدید این قدرت مغز اینه. ببینید یه گاو میشی یا یه گاوی وایستاده اونجا، دوتام بشکه و اینجا این چیزایی مال گاری، حالا ببینید چه اتفاقی میفته. طرف میره اون تناب و بر میداره میاد تو میبنده به گردن این حاجی گاو و ببینید چه کار میکنه. حالا گاوه چقدر قشنگ وایستاده، نه از ماشینا میترسه نه چیزی. ببخشید تصویر ما اینجوری 90 درجه چرخیده، مال دوربینایی که عمودی فیلم برداری میکنن. خب ببینید با همین یه بندی که گردن این هست چرخوندش، نه زوری نه بکش، آمد خودشم اینجا پاشو بر میداره میذاره داخل این گاری میره بالا. حالا اینجا رو نگاه کنید که قشنگ سرشو دلا میکنه میاره زمین. حالا ببین با شاخ خودش بر میداره میذاره پشت گردنش. این دوستمون میگه شما فکر میکنید انسانها اینجوری نیستن؟ گفتم چرا، شما همون کراواتی که بنده میزنم اینجا مثل همین گاریه که این با شاخش به همی داره میزنه، میریم برای این اون کار میکنیم. همه انسان ها تربیت میشن که چگونه برای دیگران کار کنن. هنوز به بودن عقل و فعالیتش خارج از توان انسان مانند بقیه اعضا باور دارید؟ بذارید اینم نگاه کنم، یادم میره چون دوستمون نمیدونه این ویدیو راجع به چیه، هی اون به اصطلاح برنامه خودشون رو و فلسفه خودشون رو به ما میگن. حالا که دیدم یادم افتاد به صحبتهای این آقا توجه کنید. این موقعیه که دوربین را میفته تو خیابون و از هر کس و ناکسی اینا میخوان برنامه و گزارش بسازن. خب بعضی وقتا هم اینجوری میشه، بشنویم و ببینیم. من را این عید مبعث رسول حضرت اکرم را به تمام شیعیان مسلمین جهان و خصوص شهرستان پاکدشت تبریک تسلیت ارزید. والا خداییش ایرانی که شهادت امام حسین رو نمیدونه تبریک بگه یا تسلیت بگه، مبعث حضرت اکرم را هم نمیدونه تبریک بگه یا تسلیت بگه، و این ماجرا همینه. حالا شما اینو ولش کن، ما یک دوستی داشتیم یا داریم هنوز اینجا به نام آقای فرامرز یگانه، ایشون یه فامیلی هم یا با دلکش داشت یا با الهه، چون میدونم از طریق اونها آمد تو تلویزیون. اینجوری بود دیگه، مثلا برنامه گذاشتودن این خانم دلکش رو آورده بود مصاحبه کنن، بعد گفت تو چجوریه اینا، بعد یه برنامه میذاشت، برنامه هاش هم خوب بود تا اونجایی که خودش نظر نداد و حرف نزد و فقط مصاحبه میکرد. آقای فرهاد رجالی رو میورد وکیل این شهر، موضوعات رو میگفتن و فلان اینا، ولی بعدن شروع کرد نظر دادن و گفتن و اینها، و توی این تلویزیون ای2 آمده بود برنامه میذاشت و میگفت که این سلحشوران دشخین، من میگم این آقا که یا معلوم بنده خدا سواد نداره، تو خیابون یه دفعه اومدن دوربین گرفتن جلوش و میکروفون هم آوردن جلو دهنش، هول میشن آدم. این آقای یگانه که ادعای سواد و دانش و تفسیر خبر و تفسیر وقایع دنیا و از پشکل تا بمب اتم رو برای شما باز میکرد، اضافی هاشم خودش میخورد، این آقا گفت سلحشوران دشخین. حالا شما ببین سلحشوران و دشخین اینا مترادف و نباید با هم بیاری، مثل سفید و سیاه، ولی
نه مترادفن، اما مترادفه برعکس میگن، نمیدونم. در هر صورت از این چیزا زیاده، ولی ممنونم که شما اینا رو میفرستین که آدم حواسش جمع باشه اگه میخواد چیزی رو بگه. پیام فرخ رو اون روز پخش کردم، یه قسمتش هم که اون شیرازی‌ها راجع به کامیون و کامیوندارا صحبت میکنن، ولی دیدیم که اعتصاب کامیوندارا هم به جایی نرسیده یا من خبری ندارم. و اما واکنش روحانی هفته گذشته به اظهارات ظریف درباره پولشویی رو حتما شنیدید و میدونید، و اینا به نظر من دیگه اختیار از دستشون در رفته و تنها دلیلی که مردم کاری انجام نمیدن اینه که شخص با عرضه‌ای نیست که بیاد بگه من میخوام این کارو بکنم. هر کی میاد میگه من که نمیخوام رئیس جمهور بشم، من که نمیخوام شاه بشم. خب اگه نمیخوای خفشو وایسا کنار، بذار اونایی که میخوان بیان جلو. آقای بنی‌صدر هفته پیش تازه یه اعلامیه داده بود که این دولت آمریکا در پی این هست که یه حکومتی مثل عراق پیدا کنه. حتی به ایشون هم صحبت کردن، یا عین الله بود میگه در شهر هم به من پیشنهاداتی شد، به ایشون هم پیشنهاداتی شده و ایشون میگه که من قبول نکردم. ولی نمیدونم وقتی که این آقای رضا پهلوی اینجا وایستاده با پای پیاده میتونه بره وزارت امور خارجه، واقعا میتونه با پای پیاده بره اونجا، یک ساعت یک ساعت نیم طول میکشه با ماشین که 5 دقیقه است. وقتی که رجوی نمایندهش اینجاست ولی خودش مرده، اینا اینجا دارن تو سر خودشون میزنن، چجوری آمریکا از اینجا بیاد آقای بنی‌صدر رو بیاره؟ شاید به دلیل اینکه میگه حکومت جمهوری بوده، شما اولین رئیس جمهور است. ببینیم که آقای فرخ چی میگه. میگه من هم میدانم پدر بزرگهایم آذری بودند، من هم آذری هستم، ولی به خاطر موی بور چشم آبی ایندوراپائه هستم، ایندو اروپایی، جدا جدا بنویس، ایندو اروپایی هستم. آقا خانم همه اینا رو بریز دور، بیایم انسان باشیم و به انسان بودنمون افتخار کنیم. و الا این که حالا طبق فلسفه داروین بریم، یک آبی، یه میکروبی، یه آب گندیده یه جایی بوده، یه جای دیگه یه چیز بوده، این یکی سفید شده اون یکی سیاه شده، چه فرقی میکنه؟ امروز بتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم، آدم باشیم. این که میگن دکتر شدن یا ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل، واقعا این مشکله. در صورت ممنونم. بله اندو اوپرا اوکی هرچی انگلیسی بنویس عزیزت برادر، بهتر میشه بخونش. خب دوستان عزیز، ساعت 3:16 است. ما 2 ساعت قبلا برنامه داشتیم با دوستانی که در آلبانی از سازمان مجاهدین جدا شدن، آقای موسی چی بود خدای اسمشون، دامرودی و آقای مالک بیت مشعل، هر دو در آلبانی، هر دو مهمان آقای عبدی. ممنونم که ایشون زحمت کشید ارتباط ما رو برقرار کرد. و اما میگه یک توصیه به رضا پهلوی در مورد پیامدهای ناخوشایند کاریکاتور توکا نیستانی یا نیستانی. آقای فهم سخن، شما که آمدی گفتی حالا دیگه اسم منم معلوم شد، حالا که دیگه معلوم شد دیگه چرا به اسم فهم سخن می‌نویسی؟ یه مدت هم رفت تو تلویزیون پول عربا رو گرفتی، بعد اونا کردنت بیرون، بعد آمدی گفتی من اینا چون عربیان آمدن بیرون. برو آقا، حالا اون کاریکاتور نوشته، اون نظر داده، شما دیگه بابا وان کاریکاتور خدا برید مثل ما یه دوربین بزنید، حداقل دو تا چیز جدید به مردم بگید. آیا میدانید روغن‌های خوراکتون رو نباید توی سینک آب بریزید؟ دیدید تو آمریکا ما دو تا چی داریم؟ یکی یه جایی که آب میریزی میره، یه جایی هست دیسپوزال، میگن چیای مایع و خیس رو توی این بریزین، توی ترشکن، توی سطل زباله نریزین، چون بریزی اونجا بو میده یا آب از راه میفته. ولی یادتون باشه روغن جزء چیزایی نیست که توی دیسپوزال بریزین. دیسپوزال چی بهش میگن؟
که این میزنه خرد میکنه و با آب با فشار آب میفرسته میره. میگه شما وقتی روغن رو میریزی اونجا، این وقتی میره میرسه به آب که سرده جامد میشه. میدونید روغن اصلش جامده، اینا برای که بفروشن به من و شما، نه ببخشید، روغن اصلش روغن مایه، ایران جامدش میگن، چون ما عادت کرده بودیم به روغنای حیوانی که جامد بود. یادمه ما تنها کارخونه‌ای که رفتیم بازدید وقتی هنرستان بودیم یکی نرگس شیراز بود که میتونستن پیاده ببرن اون پشت چیز، یکی هم پتروشیمی بود که ماشینای پتروشیمی چون میومد میبرد ما رو برد. این همه سه سال توی هنرستان اینها بود. در اصل اونجا به ما یاد دادن که روغن مایه است، ولی چون مردم عادت ندارن روغن مایه و دوست ندارن، ما مجبوریم یه مواد بهش بزنیم جامدش کنیم که تو قوطی اونجوری جا بگیره. در صورت روغنتون رو وقتی میریزید تو دیسپوزال میره، مخصوصا در فصل زمستان سرما، این به اونجا که میرسه جامد میشه، سیستم رو خراب میکنه. بکاپ یعنی اون اگه طرف فلش میزنه یه دفعه توالتش میاد تو خونه و اینا، به خاطر روغنایی که حالا یا خودتون یا دیگران ریختید. خب اگه شما نریزی، من نریزم، اون نریزه، احتیاج نیست بریم کره مریخ. همین کره زمین رو تمیز نگه میداریم، سالهای سال میتونیم زندگی کنیم. بله آن هم هستم. آها میگم انسان باشیم. آقای فرخ میگه من هم هستم. شما درست میگی، باید من گواهی میدادم که فرخ انسان شریفی هست. خیلی ممنونم. و اما میگه بالا یک خانواده نمونه، شوهر و همسر و دو فرزند، اینو امروز نشون دادم. بعضی وقتا این چیزایی که من نگه میدارم باطی میشه، ولی یه نفر گفت آقا تو رو خدا یه بار دیگه اون عکس نه شطور میدونه کجا میره نه اینو نشون بده. گفتم چشم، ما امروز هم نشون میدیم. و تنبلم، خب این عکس تو برنامه هست، شما ماوست رو که بچرخونی میتونی پیداش کنی. اینو کسی که فرستاده بود نوشته بود این شرح حال ملت ایران و حکومت ایرانه. نه خر میدونه چی میکشه و نه شطور میدونه کجا میره حال روز کشور ما. اینم از این. و اما ببینم اینجا دیگه براتون چی گذاشتم. ترامپ و روسیه و یوکرین رو گفتم. عکس ها رو ببینم اگه چیزی هست بهتون نشون بدم. و بریم تا چهارشنبه. چهارشنبه روز خوشبختی است. و اما عکس ها اینجا، یک لحظه صبر کنید تا فولدر باز بشه. آها باز شد. آها این یک ویدیویه، من فکر کنم یه بار نشون دادم ولی یه بار دیگه هم نشون میدم. اینا به نظر من کار درستی نیست. بعضی وقتا حتی اینایی که این ویدیوهای اینجوری رو میگیرن، اگه تو کشورهای درست حسابی باشن، اینها خودشونو به دردسر میندازن و قابل تعقیب میشن. نگاه کنید این بچه رو گذاشته اینجا، بهش شیر میده. حالا نگاه کن، بچه نمیخوره، نگاهش اونجاست، بهش ماکارونی میده، پسونک میده، بله بهش یه لیوان شراب میده، میخنده و خوشحال. این میگیرن، میان بچه‌تون هم حتی ازتون میگیرن میبرن، میگن شما لیاقت بزرگ کردن بچه نداری و بچه‌تو میدن به یه کسی که اون خانواده بزرگ کنه. و خیلی هم خطرناک، چون بعدش دیگه شما نمیتونی، ممکنه نتونی بچه‌ت پس بگی. میگه که یه دوستی برای من اینو فرستاده که آقای محمد رضا یه آگهی میگه که پشت ماشینم زدم فروشی، شمارم هم نوشتم، تو ترافیک یارو به من زنگ زده میگه آقا این ماشین سمت چپی خیلی بد رانندگی میکنه، تو بیپیچ جلوش، منم از پشت میچسبونم بهش، حالشو بگیریم. ملت خیلی خلاقن به خدا. این مثل سوربی هنوز شجاعت پیدا نکرده بگه ملت بدی هستیم. من سال 2005 آخرین باری که رفتم ایران دیدم توی ایران اوائلی هست که همه تلفن دارن، اتوبوسای تو جاده شماره تلفن‌های دستیشون رو نوشته بودن.
بعد یکی از دوستام گفت آقا ما رفتیم بریم مسافرت، بهم گفت چرا نمیری؟ گفتم بابا این اتوبوس جلومه. گفت خب بهش زنگ بزن بکشه کنار. گفتم یعنی چی بهش زنگ بزنم بکشه کنار؟ گفت شمارهشو نوشته، بهش زنگ بزن بگو آقا یکم بکش کنار تا ما رد بشیم. چه رانندگی هایی تو ایران ما داریم. و اما این رو هم همیشه دیدید، یه بار دیگه هم بهتون نشون بدم، چون دیدم امروز آقای خوشنودی و چند تا از این دوستان سلطنت طلب صحبت از بیتربیتی و فحش و بد و بیرا میکردن. میگه فحش یکی از اصول ایجاد تعادل در آدمیزاد است. اگر فحش وجود نداشته باشه، بله آدمی دق میکنه. بیشتر از تعداد نوع فحش هر زبانی میشود از اوضاع مردمی که در یک ناحیه زندگی میکنند سر در آورد و رابطه بینشان را کشف کرد. زبان فارسی اگر هیچ چیز نداشته باشد، فحش آبدار زیاد دارد. ما که سر این ثروت عظیم نشستیم، چرا ولخرجی نکنی؟ اینم از این. خب و اما این یکی، بله اینم نشون دادم، ولی بازم نشون میدم که شما ببینید این دوستانی که ادعا میکنن جنبش دارن، نمیدونم برانداز هستن و اینها، ببینید وقتی دلار رفت بالا گفتن که حکومت میخواد فرو بریزه. حالا اینجا اینو آقای فرزاد عزیزی اگه اشتباه نکنم گذاشته بود، علت کاهش موقت قیمت دلار نشانه های فروپاشی اقتصادی وقتی بازار با ارعاب و روش های امنیتی کنترل می شود. آقا این چیزایی که شما میگید هیچ کدومش درست نیست. قرار نیست شما از همه چی خبر داشته باشید. شما هم مثل سوربی که میاد 4 تا چی رو میگه من نمیدونم، 4 تای دیگه‌ش هم از این و اون میپرسه، شما چیکار کنید؟ برنامه درست کنید، اون عقده جلو دوربین بودنتون رو از بین ببرید یا روش سرپوش بذارید یا ارضایش کنید، هر جور. توجه اهالی محترم کوچه ایوبی، ما جمعی از اهالی محله تصمیم گرفته ایم با توجه به شرایط وخیم خشکسالی کشور بنا به وظیفه شهروندی و به سهم خودمان مصرف آب را مدیریت کنیم. لذا با توجه به تعداد راه‌های صرفه‌جویی در مصرف آب و نحوه مدیریت آن و خلاقیت‌های فردی و جمعی دعوت می‌کنیم تا هر فرد متناسب با شرایط و سبک زندگی خود در این امر سهیم شود. در قدم اول از شستن، بذارید دیدید ایرانی‌ها به جای جارو زدن هم زر کلوله آب ور می‌داشت، حیاتو با فشار آب می‌شست. بله لطفاً در تلگرام با اسمی هستید، من با همون مردم تیوی هستم تلگرام، ولی اصلاً نمیرم بازش کنم. یه دفعه خانم زنوسی به من گفت براتون یه پیام تو تلگرام فرستادم، دو هفته پیش بازش کردم، پیامه رو که گوش میدادم یه سری آهنگ مال ما هستی و اینها آمد اینجا خود به خود با پخش میکرد و نمیتونستی قطعش کنی، تا اینکه مجبور شدم کامپیوترم رو خاموش کنم ببرم به سیستم دو روز قبل. درباره آب، در قدم اول از شستن حیاط و پارکینگ به وسیله آب لوله کشی شهری خودداری و فقط به نظافت از طریق جاروکشی اکتفا کنید. این مهم. همکاری تمام ساکنان محله علل خصوص مدیران محترم ساختمان‌ها را می‌طلبد. ما باید سفیران این اقدام در خانواده و در جمع دوستان باشیم. بیایید در حد توان خودمان هوای خودمان را داشته باشیم. کار بسیار خوبیه، امیدوارم عمل کنم. راجع به اینکه مدیران ساختمان، یه جایی بودم راجع به ایران و مشروب درست کردن و اینها شد، طرف گفت که شما هم تو ایران مشروب درست میکردی؟ گفتم من اهل شراب نبودم ولی آبجو اینا درست میکردیم، و اینم یکی از اشکالات آخوندا بود که میخونه ها رو بس گفتی که گفت طرف نمازخونا از خونه رفتن تو مسجد، عرقخورا از عرقخور رفتن تو خونه و هر کسی برای خودش درست میکرد اینها. خلاصه گفت که برات یه چیز جالب بگم،
گفت رفتیم یه جایی شراب خوردیم و صاحب اون آپارتمان یکی از مسئولین هیئت امنای اون هوم اونر اسوسییشن اینجا میگن لابد صاحبان خانه، و گفت که این گویا شراب درست کرده بوده، بعد این سلف یا تورف انگورا و اینا رو زده بوده توی توالت، سیفون زده بوده بره و رفته بوده گیر افتاده بوده. وقتی اونجا گیر افتاده پول دادن، یک کسی اومده دیده بودی تو تهران جا به جاش نوشته بودم اینا تخلیه چا تعمیر و فلان اینا. بعد میگه وقتی اونجا رو که گرفته بوده باز کردن دیدن اینه، گفتن آقا یه نفر تو این آپارتمان شراب درست میکنه که اینجوری این چیزای مازاد انگور و اینا رو ریخته اینجا. و میگو گفتم حتما باید بررسی کنیم ببینیم از کجا هست. گفت از اون به بعد دیگه میکردم تو بشکه میبردم توی صحرا و اینجا میریختم. اینم از این. و یک نوشته هم اینجا آمده خیلی قشنگ، نمیدونم اینا رو قبلا خوندم یا نه، ولی دیدید که بعضی از ماها میخوان به یک کسی بی احترامی کنیم میگیم مگر از پشت کوه اومده. هیچ وقت از خودتون پرسیده بودید یعنی چی از پشت کوه آمده؟ یعنی چی؟ اینجا توضیح میده که چرا. میگه از پشت کوه آمده ام، چه میدونستم این ور کوه باید برای ثروت حرام خورد، برای عشق خیانت کرد، برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد، برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند. وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را میپرسم میگویند از پشت کوه آمدی، ترجیح میدهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه‌ام سالم برگرداندن گوسفندان از دست گرگ‌ها باشد تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ از پشت کوه آمدم. اینم از این چیزایی که این روزا توی اینترنت بسیار دیده میشه. امیدوارم کمی عمل کنین. و یه ویدیویی هست نمیخوام نشونتون بدم که در کشورهای اسلامی با بچه‌ها چجوری رفتار میکنن. واقعا دیگه خودمون میدونیم، بابا بانو ما که شاهمون سوئیس رفته بود، همه وزیر خانم فرخ رو پارسال داشتیم و آقای منوچهر گنجی رو داشتیم، معلمات چوب مینداختن توی چیز حوض تا خیس میخوره چوبه نشکنه وقتی میزنن کف دستم. عجب ملتی. بله خب میگه متاسفانه نمیشود آدمهای پست را با رأی از سیستم بیرون کرد، چون آنها با رأی وارد سیستم نشدند. این آقای نوام چامسکی، و میدونید که این به اصطلاح یک فیلسوفه و اینجا هست، الان هم فکر کنم 80 خورده 90 سالشه، یک زن بسیار جوانی رو هم به اصطلاح گرفته برای خودش و اینها. و اینم عکسیه که وقتی میذاری میگی چه تفاوتی داره بین این یکی که قنبل هوا کرده و این یکی. دوستان شاه اللهی که فکر میکنن خیلی نژاد آریایی دارن یکم ناراحت میشن. این کسی که رفته پاسارگاد داره سجده میکنه، این کسی که رفته مکه و به کعبه داره سجده میکنه. به نظر من هیچ فرقی ندارن، هر دو بت پرستن، هر دو نمیدونن که توی این هیچی نیست. داد بیدار. خب اونم پخش شد. این دلار هزار دلاری ترامپ شارلاتان و این واقعا شخص کثیف رو بهتون نشون بدم. یه فیلمی به زودی میاد مال یه آقایی که میخواست رئیس جمهور بشه، گند این که با یه خانمی رابطه داشته بالا اومد 1987 و در عرض 3 روز مجبور شد استعفا، یعنی بره کنار از نامزد بودن. باهاش دیروز مصاحبه میکردن، میگفت که اولا این فیلم گویای یک هفته بعد از زندگی خوب این مرد و زنش و خانوادهش، ولی میگفت که چه دنیایی شد اون موقع به خاطر این رابطه من رفتم کنار، ولی الان میبینیم که افرادی مثل ترامپ رئیس جمهور ما هستن، افرادی مثل کلینتون با اون همه رابطه باز رئیس جمهور شدن. اسمش هست
گری هارت. هارت هم H-A-R-T هست. بله اینم این آقای واهیک اسکندری عزیز نوشته سلام به سربی عزیزم، منم به شما سلام میکنم، امیدوارم اوقات خوبی رو گذشته باشید توی این تعطیلاتی که داشتید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. پریشب با آقای اندی بودیم در همین عروسی که عروسی خانواده علاقمندان حامد و کاترین بودن، آقای اندی هم بود و باور نمیکنی من هر وقت اندی رو میبینم بلا فاصله یاد شما میفتم، چون اون هم موزیک میزنه، هم مسیحی هست، هم شما تو کار موسیقی هستید و مسیحی هستید و شخص بسیار خوبی هم هست، اونم مثل شما انسان شریفی هست. و یه برنامه هم بود آقای تبریزی دیروز برنامه داشت، گفت ببین اندی میتونه وایسه، ما رفتیم گفتیم اندی به ما گفتن ببینیم شما میتونی وایسی، گفت من فردا صبح باید از اینجا برم، دارم میرم به طرف ازبکستان و ارمنستان و اینا، تو که میدونی من سال یه دور میزنم، میره به آدما کمک میکنه، شادشون میکنه، به حیوانات هم خیلی کمک میکنه، هم خودش هم همسر شینی. اتفاقا دیدم همسر شینی یکم پاش درد گرفته بود و با عصا بود، گفتم که چی شده، گفت از اسب افتاده. امیدواریم هم شینی شفا پیدا کنه و سریع بتونه همراه و همگام شوهرش باشه در این برنامه ها، هم هر جا مریضی هست واقعا هیچ چیزی بهتر از این نیست که شفای عاجل برای اونها آرزو کنیم و امیدوار باشیم که به زودی سالم و سلامت به کارهاشون برسن و کارهاشون هم آبادی دنیا و آزادی همه مردم جهان باشه. دوستان برنامه های تلویزیون مردم همینه، خیلی ساده، ما بارها گفتیم در تلویزیون مردم ما باور به جنگ نداریم، میدونیم که جنگ دنیا رو خراب کرده، جنگ های متعدد در تاریخ دنیا رو به این وضع انداختن که الان شده یک گره کور باز نمیشه، ولی گره های کور با حوصله باز میشه. بعضی وقتا من با این دمباری میام سراغ این چیزایی که بسته شده و گره خورده، چه جالب، ما اصلا نمیدونستیم راجع به گره و اینا میخوایم صحبت کنیم، ولی این وسایلمون رو ما بعضی وقتا باید با بند و اینها ببندیم. همین گره کور هم شما یا با ناخون یا با دمباری میتونی باز کنی، یک کمی باید صبور باشید و با حوصله. امیدوارم تمام گره های زندگیتون باز بشه. خب قربانت برم تا ابد، خودت بهترینی. خیلی ممنون دوستان عزیز. واهیک اسکندری اگه خواستید پیانو یاد بگیرید، کیبورد یاد بگیرید، بهش روی فیسبوک بذارید، فیسبوکش هم نشون بدم، تماس بگیرید. یه مدتی میگو آقا من مجانی حاضرم یادتون بدم، اینم معلمیشه دیگه، میدونید که اینایی که یه چیزی رو خودشون بلدن و به دیگران دوست دارن یاد بدن، این اون حالت معلم بودنه که خیلی هم احساس خوبی هست و شما نمیتونید چیزی رو مخفی نگه دارید، ولی اونایی که تنگ نظر هستن اولا وقتی یه چیزی یاد میگیرن فکر میکنن همه چیز دنیا رو فهمیدن، بعد به هیچ که نمیخوان یاد بدن که نکنه اونها رقیبشون بشن. واهیک اسکندری، اینم عکس فیسبوکش، خیلی هم ساده، واهیک اسکندری. ما یه دوستی داشتیم اینجا واهیک، بنده خدا رفت تو کار چی میگن توتراک جرثقیل و اینها، بعدم فوت شد، خیلی جوان بود برای به اصطلاح فوت شدن، اونم توی آمریکا. خب دوستان مخالفین و اونهایی که از نادانی از مخالفت کارتون کشیده به دشمنی، من شما رو نمیشناسم، باید دشمن بشناسی که باهاش مخالف باشی، باهاش دشمن باشی، من دشمن شما نیستم، ممکنه نمیدونم مخالف نظراتتون باشه، خب باشه، تو خانوادهتون حتما خیلی ها هست مخالف نظراتتون، ولی دشمنشون که نیستی که. این حرف من بود با آقای سعید کاوسی، میگم آقا این آقا اگر اینجا نشسته باشه شما که بهش حمله نمی کنی، بگی خودت نادان بودی رفتی سراغ رجبی، رجبی گولت نزده، خب حالا هم که نشستی اونجا اینجوری صحبت نکن،
چه چیزی باعث میشه که وقتی ما حضور نداریم اینجوری به هم پرخاش کنیم؟ اگر درست میگید مثل من باشید. پشت سر رضا پهلوی یا جلو روش دو بار سه بار دیدمش، گفتم آقا تو آدم ترسوی هستی، دروغ گفتی به مردم. برید بنویسید رضاست پهلوی فاصله سربی، ببینید اینا. حالا جالبه که این سعید کاووسی یک کار خوب انجام میداد. هر وقت یه جا یه نفر داشت از یکی دیگه صحبت میکرد، تلفنشو به هم میداشت، میگفت گفتی کی؟ مثلا گفتی آقای کشاورزی ها، وایسا. میگفت چیکار میکنم؟ میگفت میخوام آقای کشاورزی ها رو بگیرم اونم گوش بده. طرف میگفت نه 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 آقا. خب آقا تو که اینقدر هی میگی ما ایرانی ها بدیم، تازه میگی هم شما ایرانی ها بدیم، خب خودت هم یکم خوب باش دیگه آقا. اقلا من میگم ما ایرانی ها بدیم، من خودم هم جزو بدی ها قرار میدم، ولی شما که اینقدر میگی شما خوب شدی و خوب هستی و ایرانی ها بدن، یکم از این خوبیتو نشون ما بده تا یاد بگیری. دوستان عزیز ممنونم که با ما بودید. این برنامه تا یه نیم ساعت دیگه میره روی یوتیوب. برنامه ها هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه، تکرار میشه، ریران میشه، از فیسبوک پاک نمیشه اصلا. اون وقتا برمی داشتیم، الان دیگه اصلا پاک نمیشه، اونجا میمونه. شما میتونید رو فیسبوک هم بلا فاصله ببینید. حسنش اینه باز مثل چیز میتونید ببرید عقب بیارید جلو و کنترلش دست شماست. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. اگر شما بهتر بلدید برنامه داشته باشید، بذارید بیاید برنامه اجرا کنید، من هم بشم بیننده یا شنونده شما. روز روزگار بر شما خوش. Merci.